حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد من هستم. من فاطمه معتمداریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. رمزو حالا چطوره؟ هنوزم مثل سابق مردم بهت میخندن؟ اذیتت میکنه؟ من نیستم دیگه. من مردم. حالا من گوهی میفروشم. گوهی میفروشم. گول
دست از تو نمیدارم، زیرا که توی عقلم، زیرا که توی کارم. یا جان من و جان تو گویی که یکی بود، از سوگن بدین یک جان که از غیر تو بیزارم. یا توی عقلم، توی کارم. یا برگرد تو این عالم خار سر دیوار است، بر بوی گل وصلت من مشتعل خارم. یا خارت که چنین باشد، گلزار تو چون باشد، ای برده و ای خورده اسرار تو اسرارم. یا توی عقلم، توی کارم. یا جان که از غیر تو بیزارم. یا تو توی عقلم، تو توی. دروازه هر کنسی بیا تو. سلام حیدر خان. ببین چی اومده زن آقا عبدالله خودمون. سلام، سلام پسرم. توی عبدالله جون. سلام خانم. خوش اومدی. قدمت رو چشم. چی اومدی خالی جون؟ قربونت برم. همین الان خالی جون. با قطار اومدم. ببینم آقا عبدالله جون، نظام وظیفت تموم شد؟ خب معلومه، اگه تموم نمیشد که مرخصش نمی کردن. حالا قدمش رو چشممون. البته که قدمش رو چشممون. اینجا هم مثل خونه خودشه. به سلامتی. بیا خاله جون بخور. وقتی خبر مرگ بابام به هم رسید خیلی دلم گرفت. دلم میخواست میتونستم قبل از مرگش حتی برای یه ساعتم که شده ببینمش، اما شب روز میشده میدیدم باز تو سربازخونه. همین که خدمتم تموم شد یه راست رفتم تهران سر خاک بابا. ولی چه کاری ها دستم برمی اومد؟ این بود که اومدم شهر خودمون تا اقلا آرزوی اونو برآورده کنم، در زم گیلانم ببینم. خدا لعنت کنه اکبر خانم، اون باعث شد که بابام دیر مرگ بشه. خدا غرق رحمتش کنه. آمین.
نصیحت اون خدا بیامرز هیچ وقت از یادم نمیره. همیشه آرزو داشت چوب برش پا بر جا بمونه. مدام به گوش من میخوند که نذارم چوب برش بخوابه. خدا بیامرز میگفت پت پت موتور کارگاه صدای قلب منه. تا اون کار میکنه انگار نه انگار که من مردم. میگفت مشغول زنبه من باشه اگه پی این کارو نگیری. خب پس تکلیف من بعد از سربازی معلوم بود. سوار شدم اومدم به وصیتش عمل کنم. روزگار. خب حالا این حرفا رو بذاریم کنار. الان دو ساله که شما رو ندیدم. بگیم ببینم چی کارا میکنین خاله جون؟ چطوری؟ گیلان چطوره؟ کجا هست؟ زن حواست کجا رفته؟ نمیدونم تو امروز چت شده. این سومین باره که ظرف دستت میفته. میدونی امو یه دختر 19 ساله رو وقتی ول کنن و برن، اون وقت که برگردن میبینن 20 ساله شده، یعنی پیر دختر شده و ترشیده و رفته پی کارش. دختر دمه وقتی که تو خونه بمونه برای پدر مادر حکم سلاطون رو پیدا میکنه. خلاصه کلام باید با اولین بادی که میاد پرش داد. منم دادمش به اکبر خان. هوا خیلی خراب شده، مثل اینکه پنجره آشپزخونه رو باز کرده. الان حیات رو دود بر میداره، برم ببندمش. پشت در بچه‌رم یه سنگ بذار که باد بازش نکنه. خیلی خوب، حتی صبر نکردین آب کفن پدرم خوش بشه. پس نشون گرفتین که توفتون درست بیفته تو پیشونی ما ها؟ دست دختر شیر میخورده منو گرفتین گذاشتین تو دست اون نامرد، کسی که به پدر من نارو زده بود. مگه نامردی غیر از اینه؟ گیلان سلام، امروز زود از کار برگشتی؟ خبرهای خوبی برات دارم. میدونی کی اومده؟ عبدالله پسر خالت با قطار دونیم رسیده. این خبر خوشحالت نمی کنه؟ چی میخوای بگم؟ اومده خوب خوش اومدی. آخه اون پسر خالته، از اون بالاتر. تو به اصطلاح شیرنی خورده اون بودی. بابات وقتی بفهمه که زن من شدی خیلی ناراحت میشه. با عجله اومدی خونه که اینو به هم بگی؟ طبیعیه، اگه منم جای اون بودم ناراحت میشدم. راستی تو دلت نمیخواد به دیدن اون بری یا اون به دیدن تو بیاد؟ بالاخره هرچی باشه شما دوتا مدتی با هم پسر خاله دختر خاله بودین، نامزد بودین و از اینجور حرفا. تو میخوای من اعتراف کنم که اونو دوست دارم؟ ولی حالا من زن تو هم و اگه قرار باشه کسی رو دوست داشته باشم اون تویی. اکبر خان این حرفا رو نزن، ملال میاره. میخوام از بابت تو خیالم راحت باشه. میخوام بدونم برگشتن اون جوان چه اثری توی زندگی ما میذاره. تو به من وفادار میمونی یا به اون فکر میکنی؟ میخوای بدونی ها؟ به تو وفادار میمونم.
از 2 سال به خونه و کاشونم برمیگردم. به خونه ای برمیگردم که همه چیزش عوض شده و رنگ دیگه ای گرفته. پدر بیچارم در نبودن من با فقر و فلاکت مرد. دختری که میمارست منتظر من میموند، حالا با مرد دیگه ای زندگی میکنه. دیگه برای من چی مونده؟ هیچ. هیچ. من وارث چوب باری پوسیده ای شدم که باز چرخ از کار افتاده ای اونو به حرکت در میارم. چشمه‌ای که خوش شده حسرت نخور پسرم، فکر پیدا کردن یه چشمه تازه باش. خوش اومدی آقا عبدالله، رفته بودم لب رودخونه، به هم گفتن تو برگشتی. آجما حالا چطوره؟ میبینم هنوز سر حاله. نه آقا عبدالله جون، آدم که پیر شد فقط به درد این میخوره که سر قبرستون مواظب مرده ها باشه. خدا رحمت کنه پدرتو، جوونی و عمرشو گذاش روی این چوب بری. همان دیگران اومدن حاصلگی و عمر زحمتشو به این روز انداختن. زندگی یعنی همین پسرم، یه طرف میره پایین تا طرف دیگه بره بالا. اینهو الله کلنگ. بله، رسم و قاعدش همینه. روباه خرگوشو میخوره، گرگ روباه و شیر گرگرو. این قانون خداست. این قانون خدا نیست پیرمردی، قانون جنگله. آدمیزاد هزارون ساله که دیگه تو جنگل زندگی نمیکنه. چون قانون جنگل قانون انصاف و عدالت نیست. تازه قانون جنگل قانون خدام که باشه، از کجا معلوم من از اکبر خان ضعیف‌تر باشم؟ چرا اون روباه نباشه من شیر؟ سفارشات این هفتمون خیلی زیاده، نمیتونیم به موقع کارهای حسین قلی خان حاضر کنیم. اگه هفته دیگه بشه ممکنه بتونیم برسیم. باید تا آخر این هفته چوبارو تحویل بدیم. من به اونا قرارداد دارم، نمیتونم زیر امسال بزنم.
میبینم خیلی عوض شدی. خب اونی که میتونه عشق آدم رو با پول بخره لابد پس خریدن زبون آدم هم برمیاد. برگشتی اینجا چی کار؟ حق با توه، باز زودتر میومدم اگه میخواستم تو عروسی دختر خالم باشم. میذاشتی 3-4 سال دیگه میومدی؟ درسته گیلان، من دیر اومدم، ولی همه تون میدونستین که من به خدمت نظام وظیفه رفته بودم. آخه تو پدر مادرت چی فکر میکنی؟ اونی که فکر کرده میتونه تو صورت من توف کنه نمیبینم. غرور درد تو رو دوا میکنی؟ خاموش موندن از لعنت خدا بدتره. تو فکر میکنی گذشت زمان آدم زخم خورده رو شفا میده؟ آره اگه نوک کارت فقط استخونش خورد کرده باشه آره، اما اگه نوک کارت به روحش به غرورش گرفته باشه دیگه هیهات. برگشتی اینجا برای چی عبدالله؟ آره آره درسته، اینجا برای من جایی نیست. تو این محل واسه من یه مش دشمن باقی مونده. نه عبدالله، دست کم من از اونا نیستم، باور کن. چه کنم که تقدیر راه دیگه ای پیش پام گذاشت؟ تقدیر؟ تو بهتر از هر کسی میدونستی که پدرم چجور مرد و چرا مرد. تو یکی خوب میدونستی که پدر بدبخت من دست کی مرد، اون وقت میگه تقدیر؟ تو آخه تو چطور راضی شدی؟ از من نپرس عبدالله، من هیچ جوابی ندارم که به تو بدم، واقعا هیچی ندارم که بهت بگم. چیه رمزو؟ گل این مال تو، این مال تو، اینا مهرگیا هن، سر وقت خوابشون ندادن پلاسیده شدن. امروز چهارشنبه هست، منم مردم، اینو به هیچ که نگفتم. من یه مردم. نه من نمردم. برو برو. اما تو پسر حساب گلیمت رو داشته باش که پاتو درستر نکنی. اینجا همچین پایی رو قلم میکنن. خیلی گرون خریدیش، میترسی ضرر کنی نه؟ میترسی کفترش پر بزنه ها؟ نه ترس بیرو من نامارد، حقیقت همینجا حسابتو پاک کنی. عبدالله نه، راستتو بردار بیشور برو کنار. من براخره یه روز تو رو میکشم. همه چون اینقدر گردنه تا فشار میدن که بسه سگ زیر دست پام جون بدی. باشه پسر، کاری میکنم که از برگشتنت پشیمون بشی. دستای خودم میکشمت. آره بکشش، او قاتل گلاست، او گلا رو کشته، بکشش. رند بلا رو میکشم، قاتل گلا رو میکشم، اون ناقلا رو میکشم، رند بلا رو میکشم، اون ناقلا رو میکشم، قاتل گلا رو میکشم، رند بلا رو میکشم، قاتل گلا رو. بس
سر تو بازی باشه. باید تو اون بدیو. مثلا دو چایی قدر بیار اینجا. سلام. جاف سه تا بازی کن. کلک نزن. دو سه بود. یه کشتم داری. بیا. برخر مگس معرکه لعنه. من تحمل حرفای مردم رو ندارم. همچین بیرو درواسی بهت بگم. اگه یه روزی بفهمم که مردم دنبال ناموسم دارن لغاز میخونن، خودم رو نابود میکنم. همینطور تو رو. این دفعه آخر باشه که بین من و تو اینجور حرفا پیش میاد. آخه باید بفهمی. من میخوام زنم مال خودم باشه، نه جورایی دیگه. اکبر خان، من زن تو هم. تو باید قبول کنی که همیشه حرمت تو رو به جا آوردم. تو دین ما میگن اگه زنی به شوهرش ناحقی کنه جاش تو آتیش جهنمه. اما اکبر خان، اون مرد عبدالله رو میگم، پسر خاله منه. بله درسته، اینو میدونم که اون جوان پسر خالته، اما شوهر تو دلش نمیخواد که با اون روبرو بشه. چشم. حالا که تو میخوای چشم. بابا انتظار نداشتی منو اینجا ببینی ها؟ اومدم به دیدنت چون میدونم خیلی تنهایی و تنهایی هم بد دردیه. البته خودت خواستی که تنها باشی. خلاصه اومدم کمکت کنم. اگه به غرور تو اینجور حرفا بر نمیخوره، من میخوام دستتو بگیرم و ببرم پیش خودم، چون هرچی باشه پسر خاله زن منی. ضمناً این پنبرم از گوشت بیرون بیار که من باعث مرگ پدرت شدم. چی میخوای بگی؟ آو جام دلم، کسی تو این ولایت برای تو فاتحه بی الحمدم نمیخونه. مردم عامی میگن که تو اومدی تو چوب بری با من رقابت کنی، مبارزه کنی، بجنگی. آره؟ این مسخره نیست؟ این عراجیف چی که تو دهن بعضی از مردم ولایت افتاده؟ مثلا همین که من باعث مرگ پدرتو شدم و حالا تو اومدی که از من انتقام بگیری؟ اگه مردم خیال کنن که فردا صبح توی میدون شهر یه گربه با یه ببر می جنگه، خودمونیم. واسه یه ببر سرشکستگی نیست؟ از اینجا برو بیرون.
آسمون پر میشه از ستاره، میونه صحرا تو شالی زارا رقص و پاکوبی باز شده برپا، آفتابی میشه خدا آسمون ما شکوفا میشه خرمن گلها. Thank you.
بفرما اینم نهار شما. مگه نگفتم یه دیزی دو نفره واسه من بیار؟ باز که این فیسقلی رو آوردی. بابا تا با این وجه فکر چه اشتهایی داری؟ برای اینو بگو تا یکی دیگه واسه بیارم. من پولشو میگم. گوشتیش خوب اسم تو جوادی؟ بله شما کی هستین؟ اسم من عبدالله است، یه چوب باری کوچیک اومده رودخونه دارم. آره آره حالا شناختمه. چوب باریتون هنو تعطیله؟ میخوام راش بندازم دستانام، دنبال چند تا چوب بار میگردم. پرسجو کردم میگن تو از اکبر خان دل خوشی نداری، اگه دوست داری خودت با یکی دو تا دیگه بیام با من کار کنیم، بالاخره راش میندازیم. حساب همه جاشو کردی؟ میگن اکبر خان نمیذاره چوب بری تو علم کنی. میدونی من از اکبر خان نمیترسم، من یه چوب برم یه کارگر، اینجا نشد میگم یه شهر دیگه. فکرش نکن، من کارگاه را میندازم، از هیچ کسان ترس و وهمه ندارم. فقط تو بهم بگو میای پیشم کار کنی یا نه. بهم تا غروب فرصت بده، بعد نهاری میرم کارخونه با چند تا از بچه ها درمیون میذارم، سعی میکنم راضیشون کنم، اون وقت دیگه همه کارا درست میشه. بینم جواد شکمت پیا برده، اندازه مواجبی که میگیری کار نمیکنی. کدوم مواجب غلام؟ این پول بخور و نمیری که ما میگیریم دیگه جای منت کشیدن نهره. اگرم دوست نهره میتونی ما رو مرخص کنین. با این چندر قاضی که میدیم فکر میکنی جون آدم رو خریدین؟ نداشت، ما حوصله گندگویی شما رو نهرهیم. از شکمت سیر شده و زبونت دراز. صحیح غلام، اونو بیارش تو ببینم چه مرگشه. بیا ببین اکبر خان چه کارت داره. بیا ببینم. چلا حالا کارت به جایی رسیدی که میخوای کارگرای من رو اخفال بکنی؟ خورده یوسف. بله خانم. برو استکانه رو وردار یه دور دیگه براشون چایی ببر. خانم همین الان براشون چایی بردم. خیلی خوب برو. خدا قوت برادر، بی زحمت یه دقیقه بیا پایی. ببخشی آسد مشتبه رو میخواستم ببینم. چی کارش داشتین؟ میخواستم یه مقدار چوب ازش بگیرم عرق کنم. والا میدونی برادر، حالا که فکر نکنم چیزی بهت برسه. میدونی چیه داداش، تمام درخت های این طرف تا سه ماه دیگه کنترات اکبر خانه. بازم که کار خاموندین، برین به کاراتون برسین، اینجا که مهمونی نیست. بهتره بری به کارجره ارباب در را نهید کنید قلوم. مواده اون چای که دهنه کندت باش. بلش کنین سر به سرش نذاری، اون دلش از جای دیگه پره. قیافه من خوشش نمیاد. خب نگفتین آسد مشتبه رو کجا میتونم ببینم؟ صد متر بالاتر بری دست چپ میرسی به دفترش. من نمیتونم با اکبر خان سرشاخ بشم، اون سالهاست مشتری منه، اگر چه ارزون تر میخره ولی من مجبورم باهاش را بیام. راستش کاری از دست من ساخته نیست. اسد مشتبه تو باید به با من کمک کنی، شاید تو یکی بیشتر از هر کسی وضع منو بدونی. میخوان چرامو بگیرن نذارن چرخ کارگار را بندازم.
تا که وقتی با مرحوم بابای من دوست بودی و خونی یکی بودیم، حالا حقش بود هوایی منو داشته باشی. نفهمیدم چرا از وقتی دوباره پامو توی شهر گذاشتم پسر شمر زل جوشن شدم و همه روشونو برگردوندم. حتی آسد مجتبا دوست قدیمی بابا. والا نمیدونم چی بگم، یه بار چوب بیشتر نمیتونم بهت بدم تا دو هفته دیگه هم اینجا پیدات نشه. اینم قبض خروجیش. ببخشین آقا، یه بار چوب هم یه الان میخوام. بیا اینم برگ خروجش. دیر اومدی و خیلی زود بری؟ یا خود معطلی داره، باید وایسی تا نوبتت بشه، تا غروب طول میکشه. ببین چی میگم، حقت میرسه. بار این کامیونا همش مال اکبرخانه، توی چند هفته داریم سفارش های اونا رو پر میکنیم. اون اکبرخانه خورنده کارخونش هم خیلیه، من با یه بار چوب بارم بارش. معامله میکنیم آقا پسر؟ اون چوبا صاحب داره، تو برو به کار پرس. صاحبش هم خیلی گردن کلفته. بچه بیا نسی که یه خبرهاییه. هرچی ما کتا میام تو پاتو از گلیمت درستر میکنی. مگه اینجا خونه خلاص ها؟ من نهی بدم با شما یکی بدا کنم، یه بار چوب دارم علالم تحویلم دادم. برای تن لش از شماها اونجا چه غلطی میکردین؟ اگه بنا باشه هرکی از راه برسه و هر کاری دلش بخواد بکنه که نمیشه. بیارزگی شماها برای من گران تموم شد. این 30 ساله هیچ کس نتونسته چوب لای چرخ زندگی من بذاره. اکبر خواه ما سعی خودمونه کردیم اما نفست ببار پرخور بیخاصیت احمق. این پسره باید تون این پر رویش پس بده تا بفهمه اینجا دنیا دست کیه. خدایا شکرت. نره چه چهته ای را انداخته، این بلبل داره میخونه. خسخلان بهتر نیست به این پسره بگی صدای نره لعنتیشو ببره. آره برادر، بهتر اینا صداشون در نیاد. آخه اینجا هیچ که اینجور سر صدا رو دوست نداره. ببینم 4-5 تا این همه را اومدین اینجا که همینه بگین. اینجور خیال کنی بهتره آقا پسر. خیلی هم به صلاحشون. اسخالم اون پسر باشعوریه، تو فه بگی اون از فرزاد رد شده. بریم تایی کارتون ول کرده. یه بدبخت بریم به اربابتون خبر بدین اره کارگاه عبدالله را افتاده و صداش اینه و بلبل چچه میزنه. نگفتم که این پسر یه تختش کم و ما خلق اللهش از کار افتاده. بله شما فرمودین، اما اینو باید اسخالم حالیش کنه. حالیش کن. والا میدونی ما میخواستیم برای تو زیافت بپا کنیم. این چی ها؟ حساب شو رسین. یک کنار مطلع کن.
باشو دیگه به زانو درم چهیتون رو بگذارم بفرم از اولش هم من نباید میذاشتم کار به اینجا رسه حالم زیاد دیر نشده صداشو میبریم جسارت نباشه قربان بنده که همون اول عرض کردم نباید بهش میدون میدادیم در صورت دیگه پاشو خیلی بیشتر از گلیمش دراز کرده این وضع برای من قابل تحمل نیست توی کارخونه من هیچ وقت از این حرفا نبوده پس اگه اجازه بدین همین امشب ساکتش کنیم امشب؟ اگه بیشتر از این میدون پیدا کنه برامون دردسر میشه اکبر خان میترسم کار به جایی برسه که بعدا نتونیم از عهدش بر بیایم اگه اجازه بدین همین امروز قالشو بکنیم نه فردا صبح 4-5 نفری میرید توی خراب شدهش و قالشو میکنید من فردا صبح به اسم شکار میرم جنگل نزدیکی های غروب بر میگردم میخوام برای همیشه دهنشو ببندید با این کار دیگران هم حساب کارشون رو میفهمد خب اشبر خان ما رو مرخص میفرمین میخوایید برید؟ خیلی خب برید ولی مواظب تمام جوانب باشید نمیخوام برام علم شنگی را بندازید دیگه حرفی ندارم خب پس با اجازتون دیگه سفارش نمی کنم خداحافظ 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 قربان باش اسباب زحمت شدیم گیلان خانم میبخشیم خواهش میکنم خداحافظ خانم گوش کن چی میگم بله قربان من درست سر ساعت 5 بعد از ظهر برمیگردم یه جوری باید ترتیب کار بدی که وقتی برگشتم شهر خبرش به گوشم برسه خیالتون از هر بابت راحت باشه برو ببینم چیکار میکنیم چطوری عزیزم دارم سنگای جلو رامونه بر میدارم تا با خیال راحت زندگی کنیم رمزون بیا جلو رمزون حالا چطوره؟ اومدی جنگل گل بچینی؟ من گل نمیپوشم ما مردم
من گله رو نمیکشم، من قاتل گله نیستم. گلاتو من میخرم، هر چقدر پول بخوای بهت میدم. نه من گله رو بهت نمیفروشم، به تو گل نمیدم، تو گله رو دوست نداری. به من گل نمیدی که نده، به درک برو گم شو مردشون اون ترکیبتم ببرن. سر این گلونه لیاقت محبت منه نداری، صد ساله با من پدر کشتگی داره. نه زنده بلا رو میکشم، اون آقلا رو میکشم، قاتل گلا رو میکشم، رد بلا رو میکشم، اون آقلا رو میکشم، قاتل گلا رو میکشم. آی بچه ننه از سراخ موش بیا بیرون. روز روشن کجا رفتی قیم شدی؟ دیگه داری کفرم و بالا میری. ای از خدا بی خبر، دارین چی کار میکنین؟ چرا اینجا رو به هم میریزین؟ چرا آخه؟ مگه شما یاب شد با من چی کار دارین؟ من که کاری نکردم. الان معلوم شد، منو ول کنید. بگو کجاست؟ میدونم کجاست. بگو کجاست؟ من خبر ندارم. حرف بزن. من نمیدونم تو چی میگی. اگه دلت میخواد از اون زهره بشنبی حرف بزن. من خبر ندارم. بالاخره انتقام ما رو از شما هم میشه. دهانه تو به من پیره بر. صافای پس چی شده؟ اینجا چه خبره؟ چرا لال شدین؟ چیزی نیست سرکار، اومدیم حسابمونو با این پسر پاک کنیم. مگه اینجا شهر هرت که هر کل غلطی دلش خواست بکنه؟ اومده بودیم بهش بگیم راشو بکشه از اینجا بره. از روزی که پاشو گذاشته تو این ولایت یه دقیقه آسودمون نذاشته. کار و زندگیمون داره از دست میره. اگه از این شهر بیرونش نکنی مجبوریم خودمون بیرونش کنیم. خلام داری زیادی حرف میزنی. یلا متفرق شین، برین زود باشین، بریم پی کارتون. هر کی هر شکایتی داره باید یه پاس کنم. اکبر خان رفته بوده شکار تو جنگل، براش اتفاقی افتاده. چه اتفاقی ممکن افتاده باشه؟ بچه بیاین. قربان تو جنگل اکبر خانو کشتن با گلوله از خوش دارن. برین بگردین عبدالله رو هر جا باشه پیداش کنین. بله قربان. سه روز من اینچینی گردشتین که چی؟ ما که نباید قضیه اکبر خان روشن بشه. تحمل داشته باش، امروز مرخصت میکنم. میدونی چیه؟ هنوز مدرکی بر علیه تو پرونده نیست. مرخصت میکنم، اما باید تعهد بدی تا اطلاع ثانوی از این شهر خارج نشی. حرفی ندارم، باشه.
بیا اینجا رو امضا کن. میتونی بری. نگهبان بره. سلام سلام. این یه گل یه گل مال تو. یه نکن، گلا خوبن، دوستشون داشته باش. تو این گلا رو نمی کشی. نه نمی کشی، تو این رو دوست داری، دوستشون داری. تو گلا رو دوست داری مگه نه؟ اینو گل بهشت، گل نمیتونیم تحمل کنیم قاتل آزادانه تو شهر راه بره. اون نه تنها قاتل اکبرخانه، بلکه قاتل همه امام هست، چون از وقتی که این کارخونه تعطیل شده زن و بچه امام گشنه موندن. یه فکری بکنیم، اینجوری که نمیشه. راست میگه، اگه دست رو دست بذاریم از گشنگی میمیریم. اول باید از اون نامرد انتقام بگیریم، بکشیمش، زندگیش آتیش بزنیم. انتقام 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 انتقام. نقشه خوبی براش کشیدم، دنبال من بیاین. بریم.
خودش وایسه. من چرا باید تقاصه گناهی که نکردم پس بدم؟ با این کارا من به زانو در نمیام. همه ی این شهر پر از دشمنیه. نشستی تا آدم های شوهرت هست و نیست منو با آتیش بکشن. تو چرا نمیخوای به اونا حالی کنی که من تو این ماجرا بیگنا؟ انبار چوب منو خراب کردن. اگه ژاندارما نرسیده بودن کار که من با خاک اکسون بود. تکلیف منو روشن کن. چرا با من نمیشه جلاشونو بگیری؟ این شهر پاسکا داری؟ گیرم تو خوب میدونی که من شوهرتو نکشتم. پس چرا جلو آدماشو نمیگیری؟ من نمیتونم با یه شهر در بیفتم. یه بار که گفتم تو باید میرفتی پاسگاه. اینجا برای چی اومدی؟ خب معلومه. اومده که معشوقه سابقش رو ملاقات کنی. از میدون بیرون رفته. بیچاره پدرم. شما باید ملیحه دختر مرحوم اکبرخان باشی. شما دیگه چرا چشم بسته حرفای مردم این شهر قبول میکنی؟ حرفای اونا سن نار نمیارزه. همه شون مثل بوزن. یکیشون که میپره بقیه دنبالش میرن. از این شهر شده یه دارون مجانی. انگار همه شون با من پدر کشتگی دارن. هیچ کدوم از این حرفا تو رو از گناهی که کردی تبرئه نمی کنی. تو باید تقاصه خونه پدر بیچاره ای من رو پس بدی. من اکبرخان رو نکشتم. من پدرت رو نکشتم. تو چرا نمیخوای حرف بزنی؟ به اون بگو که من قاتل اکبرخان نیستم. من نمیتونم دست به کشتن کسی بزنم. اون نمیتونه منو بشناسه. چرا؟ خوب میشناسم. تو یه قاتلی. این شما دوتا لعنتی بودین که باعث از بین رفتن پدر من شدین. من نمیدونم تو با چه رویی توی این خونه قدم گذاشتی. لااقل بذارین کفن اون بدبخت خوش بشه. پستی و بیشرمی تو چه حد؟ گمشو از اینجا برو بیرون. من تقاصه خونه پدرم ازت میگیرم بیشرف قاتل. یه تا کپا برو پیش اون آهنگره ببین اون خار شکسته رو جوش داده ورشته بیار. گمون کنم دیگه حاضر باشه. چشم الان میرم یا علی. تا برمیگردی منم میرم کنده ها رو میارم. Thank you.
بوش بوش بری بی یدب و بی یدر نیو بود ساحت دارم ساحت رمزون اون چیه؟ ساعته؟ نه این ساعته ساعت چنده؟ ده دقیقی مونده به لقمه لقمه اونو از کجا پیدا کردی؟ نه این ساعت خودمه مول خودمه ساعت اکبر خانه سب کن ببینم بسته باید کاری ندارم بسته تدخیر آجدی نبود سب کار رمزون بایسا من نبودم رمزون کجایی نه برو جون مادر به من کاری نداشته با برو نه دنبونم رو نکش پایین دایبونم افتاد نه برش حالا بی دایبون شدم دایبونم رو بده آقای سج دستا بالا شلوارتو بپوش چشم تو اونو بیار پایین تا این بیاد بالا شلوارتو بپوش بیچار اکبر خان نه آدم کش برمینم رند بلا رو میکشم اون ناغلا رو میکشم قاتل گلا رو میکشم بابا ملی خانم قاتل گرفتن ساعت خدا بیامرز اکبرخان رو پیشش پیدا کردن اقرارم کرده که اکبرخان رو کشته الان بردنش تو پاسگاه
تو این مدت همه کارگران از کار بیکارن. من بهشون قول دادم همین روزا دوباره کارگاهو را بندازیم. خلاصه نمیدونم، باید شما یه کاری بکنیم. قاتلم که شناخته شد. من نمیتونم هیچ کاری بکنم. میدونی که من از این کارا هیچ سررشته ندارم. حالا تا هفته دیگه باشه ببینیم چی پیش میاد. انشالله که به فکر ما باشین. ما هنوزم مثل سابق کوچیک و نمک پروردی. خداحافظ شما. به سلامت. حالا تهمت هایی که به هم زدی پس میگیری؟ نوشیگری ممنونم و الا قلب تو سوراخ کرده. تو چرا میخواستی من رو بکشی؟ بالا چرا اومدی نجاتم بدی؟ تو اصلا چته؟ دیوونه ای نه؟ من خیلی درباره ای تو اشتباه کردم. منو ببخش. تو
تو منو میبخشی مگی نه؟ منو میبخشی نه؟ دیگه حرفش هم نزن، باید پیش میخواد. قبول کن که من گناهی نداشتم. درسته، هرکی دیگه جای تو بود همه کاری میکرد. بلند شو، همه این جنگل رو مهده رفت، اینجوری سرما میخوره. بلند شو، کمکت میکنه. بلند شو. من نمیخوام هیچ کس از این جریان خبردار بشه. پس به حکیم باشی محله چی بگم؟ اون که میفهمه این زخم گوله است. نمیخواد پیش حکیم باشی بری، خودم میام زخمت رو پانسمان میکنم. آره اینجوری خیلی بهتر میشه، با دست خودت مرهم میزنی رو زخمی که خودت. آخ من که ازت عذرخواهی کردم. اگه مرا کشته بودی با عذرخواهی زنده نمیشدم. خوب حواستو جمع کن، ببین این ساعتو میشناسی؟ این ساعت از کجا آوردی؟ مال کیه؟ یه ساعت مال منه. من ساعتم. خب ساعتمو بدی. رمضان تو دیگه منو کلافه کردی، بگو ببینم اکبر خانو کشتی یا نه؟ آره دیگه خودم کشتمش. پاپا میخواستی کی ما کشته؟ خوب کار کردم نه؟ تو کشتی؟ چجوری کشتی؟ چجوری کشتم؟ اینجوری دوختمش با نخون سوزن، با جوال دوز، با سنجاقلفی دوختمش. یواشو دوختم، چشاشو دوختم، نفسشو دوختم. حوصله‌مو سر برد، این نمیتونه مرتکب قتل بشه، باید یکی دیگه اکبر خانو کشته باشه. آره آره او خودش گفت میکشمت. کی گفت؟ کی گفت میکشمت؟ آقا عبدالله گفت. آقا عبدالله گفت میکشمت، با دستای خودم میکشمت. خودش گفت میکشمت، گفت زنده بلا رو میکشم، ناغلا رو میکشم، قاتل گلا رو میکشم. گلوله چطوره؟ بهتر شدی؟ آره بهتره. چرا اونجا زیر بارون وایسادی؟ خیس میشی. بی بالا تو ایوون. میخوام زخمی تو ببینم. آسینی تو درش. همینجا؟ ممکنه ما رو ببینم. این تو چیه؟ یک کلبه متروکه. چه خوب. ببینیم تو زخمتو پانسمان کنم. بیا.
از اتفاقی که افتاده خیلی متاسفم. والا نمیدونم چی بگم. حق داریم قصه دار باشیم. مزاحمت ما بیشتر ناراحتتون میکنه. اما چاره ای نداریم. ما مأموریم و معذور. پرونده باید تکمیل بشه. باید اطلاع داشته باشین که ما رمزون، همون دیوونهی که متهم به قتل اکبر خان بود، آزادش کردیم. مدارک نشون میده که قاتل شخص دیگه یه. اونجور که از حرفای رمزون دستگیرمون شده، گویا یه روز عبدالله، پسر خالتون، در حضور شما، اکبر خان خدا بیامرز و تهدید کرده بوده که همین روزا اونو میکشه. اگه شما این جریان رو بگین، فکر میکنم مدارک ما برای دستگیری عبدالله به اتهام قتل اکبر خان کافی باشه. میدون پشت بازار گردن اون خدا بیامرز رو گرفت، مثل قصابی که میخواد سر گوسفندی رو بباره، چسبوندش به جیب، سرشو کوبید به آهن. اون خدا بیامرز مثل کفتر پرشکسته تو مشتای اون بیرحم اسیر بود، تکون نمیتونست بخوره. هرچی از دهنش در اومد بار اون مرد بدبخت کرد. بعدش هم گفت بالاخره میکشمت، یه روزی مثل سگ میکشمت. خدا بسته بسته برای خدا بسته خب متشکرم، دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. مروز زیاد خواهد، امیدوارم غم آخرتون باشه.
خدمتتون عرض کردم، همون روز اول گفتم کار کار این پسر است. از روزی که اومده اینجا عبدالله محض رضای خدا دست از این لجبازیت بردار و بیا یه چند روزی از این شهر برو بیرون. اگه نری همین الان میان تو رو میگیرن. آخه چرا من باید فرار کنم؟ من که گناهی نکردم. من همه اینا رو میدونم، ولی الان تمام مردم شهر حتی مامورای امنیه میخوان تو رو بگیرن پسرم. من از اونجا میام، غلام و دار و دستشم میخوان تو این شلوغی تو رو بکشن. ولی من جلوی اونم وای میستم. جوونی نکن آقا عبدالله، تو رو ارواح خاک پدرت روی منو زمین ننداز. بیا و برو، نذار یه اون پشیمون بشی. ساعتی که اکبر خانو کشتن اون کارگاهش نبود یادتونه؟ دارن به اینجا نزدیک میشن، مردم شهر دنبال سر مامورای امنیه را افتادن. آقا عبدالله را بیفت برو، نزار تو رو به اسم قاتل اکبر خان بگیرنت. بیا فورا از این در پشتی فرار کن. قاتل اکبر خان عبدالله است، حاضرم قسم بخورم. از جا تکون نخور. قاتل اکبر خان؟ تو قاتل اکبر خانی؟ کجا میخوا بری؟ مگه میشه؟ آره؟ آی مردم، به خدا اون بیگناه، محض رضای خدا نیاید. اینجا نیست. Thank you.
چرا قایم شدی؟ از سرنوشتم قایم میشم، چون نمیخوام گوشه زندون بپوسم. نمیدونم چرا همه مردم این شهر دست به دست هم دادن که منو از بین ببرن. نه اینطور نیست. تموم شد عبدالله، مواظب باش حماقت نکنی. بیا جلو مواظبش باش. دستتو بیار بالا. میخوای بری؟ منم با خودت ببر. من وسط گل آوردم. گل رو نگردارم از اون. من بر میگردم. تو که بر میگردی؟ تو بر نمیگردی. منم با خودت ببر. منم با خودت ببر. منم با خودت ببر. Thank you.
توی کارم یا جان من و جان تو گویی که یکی بود است سوگن بدین یک جان که از غیر تو بیزارم یا تو توی عقلم تو